شما میگید که من یه سری ایجنت ها رو تو باشگاه راه نمیدادم، مقابله میکردم باشون، به محصه که میفهمیدم فشاری دارن ایجاد میکنم مقابله میکردم. ما باز هم روایت هایی داریم از اینکه یه سری مدیرها توی برخی باشگاه ها از ایجنت ها میترسیدن. به قول آقا بازم برمیگردم به صحبت های آقای جلیلی، میگفتن مدیر رو میترسوندن و اون مدیر گوش به فرمان در واقع ایجنت بود. شما خودتون نمونه ای رو دیدید که مدیری از حالا همکارانتون تو دوره که باشگاه پرسپولیس فعالیت میکنید، حالا باشگاه دیگه، از ایجنتی یا ایجنتی شما رو تهدید کرده باشه یا دلالی شما رو تهدید کرده باشه یا شنیده باشین حالا یه تهدیدی مدیری رو تهدید کرده باشه؟ البته زمان من که با کوچکترین حرکتی بود که ما ارتباطش رو قطع میکردیم، نمیذاشتیم مثلا فضایی بشه که بخواد تهدید. اما این مطلبی که شما میدید من بعدش شنیدم و مستندات قضیهش هم دیده بودم. ببینید به دو علت بود اگر این کار میشه، یا خود مدیر متاسفانه وارد مسئله حاشیه مادی میشد که نمیتونست برخورد بکنه، این خیلی بد. یعنی مدیر هم وارد اون زد و بنده؟ وارد اون زد و بنده، یا به شرایطی که عرض کردم حاشیه ای رو، فضاسازی رو درست میکنن با جریان های زرد. این جریان زرد هم تو بخش رسانه است، هم تو بخش هواداری است، هم تو بخش های دیگه، یه جوی میسازن. مدیر احساس میکنه اگر این کار صورت نگیره اون استقرارش، اون پایداریش کم میشه تو باشگاه، و برای اینکه این مطلب رو یه جور خاموش بکنه، آرام بکنه، میاد تمکین میکنه به این خواسته‌ای که خیلی به جا نیست. بعد آیتور در مورد بازیکنهای بیکیفیت هم صحبت بکنید، بازیکنهای بیکیفیت که تو همه تیم‌ها بودن، اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم در دوره شما در پرسپولیس هم بودند، هم ایرانی هم خارجی. حالا تو دوره شما اوکراینیا، گلش، بالاخره قابل دفاع نبودن اون خریدهای دیگه. بازیکن ایرانی هم که البته اسم نمیخوام بیارم بودن دوره های برانکو به پرسپولیس اومدن، خیلی شاید اون توانایی فنی قابلی نداشتن، حضور داشتن، جوان‌تر بودن و بعد هم الان هیچ نام و نشونی ازشون نیست. تا وقتی به شما آقای برانکو بازیکنی معرفی می‌کرد که جذب بشه، شما هم اول چیکار می‌کردید؟ گفتین آقا ایجنتش که زنگ می‌زدین به ایجنتش یا نه؟ خودتون یه بررسی فنی می‌کردید که آقا این بازیکن بیاد نیاد، اصلا باید بیاد نباید بیاد؟ بله. اصلا خدمت شما فضای اون موقع البته راجع به ایجنت به این غلیظی الان نبود. هی روز به روز این داره غلیظ‌تر میشه. اما چیزی که ما اون موقع بنا کردیم و بسیار هم خوب بنا شد، یه ارتباط ارگانیک و سازماندهی شده بود بر روال پیدا کردن بازیکن. خیلی کانال ها می آوردن آقا فلان بازیکن مثلا عنوان می شود، مثلا ما فوروارد می خواهیم، هاف بک می خواهیم، دفاع می خواهیم، مثلا حتی گولر مثلا می خواهیم. خب تو این فرایند ها می آمدن افراد خیلی ها معرفی می کنن. آقا فلان جا، حتی خیلی ها مدیر ها مثلا به من زنگ می زدن فلان گولر فلان جا خوبه بگیری، اینقدر هم پول می خوام بهشون بده. یه همچی چیزی هم داشتیم، یعنی می خوام کانال ها محدود نبود فقط به یک جریان. اما کاری که ما تو داخل می کردیم هر آن چه بود واگذار می کردیم به کادر فنی، چون کادر فنیمون رو قبول داشتیم. می دونستیم آقای برانکو کسی نیستش که بخواد یه ارتباط غیر برخواد، و ما بهش رسیده بودم. ما این نبود که مثلا از اول، نه، تو این تعاملاتی که با هم داشتیم همیشون خیلی کامل ما رو متوجه بودن و بنده هم به همین شرایط ایشون کاملا متوجه بودن و اعتماد هم بهش پیدا بودن، میدادیم بهش و ایشون انتخاب میکرد. یعنی این بازیکنایی که شما میفرمایید جاهای دیگه اومدن تمام بر اساس این فرایند. اما خیلی بازیکنهای دیگه، حالا شما زوم میشید به یه بازیکن مثلا خارجی، حتی بازیکن داخلی میگرفتیم، مورد قبول بود، مورد توصیه بود، ولی میومد میدیدیم نمیره تو کاد. من اسم میارم، آقای ساسان انصاری، یه بازیکن خوب ما گرفتیم. اینکه نگه خودم بگیم، ارتباط برقرار شد، ایشون بررسی کرد، گواره خوبه بگیریمش. گرفتیم، آوردیم، چون میدونی وقتی هم لیگ شروع میشه تا بسته شدن حتی چهارم رو تو بازی کرد براتون، حتی یه بازی هم چیز کرد، چند بازی نیمه بود نه بازی کرد اینا، اومد گفت که من میخوام برم، چون من انتظارم این بود که مثلا اینجا فیکس باشم. نه بازی کنه دوست داره که فیکس باشه، ولی خب حالا این شرایط رو مربی درش نمیدید،
کسای دیگر رو مستعدتر میدیم. خب این اومدیم گفتیم آقای ایشون میخواد بره، مشکلی داری؟ یعنی باز اون ارتباط ارگانیکی بین ما بود، یعنی اگه ایشون گفت نه نره نمیذاشتیم بره، ایشون گفت ما مشکلی پیدا نمی کنم میتونیم بره. یعنی بس فقط این نبود، آنه ما متاسفانه ما یه جایی رو یه رو زوم میکنیم متوجه میشه آقا فقط اینه، نه اینه نبودن، خیلی داخلی هم بودن، خیلی بودن، خیلی بودن تو حتی رده جوانان ما، جوانان مثلا میامدن یه سرشون خودشون نشون میدن، یه سرشون نمیتونستن نشون بدن خودشون، همه دوست دارن، همه بازیکن دوست دارن بدن فیکس 90 دقیقه رو بازی کنن، اگه کسی بگه نه ببخشید حرف خیلی نابجاییه، همه شون دوست دارن. من خودم هم بازی میکردم همیشه دوست داشتم از سوت اول تا سوت پایه من تو زمین باشم، خودم هم همیشه دارم، خب بالا جوانیه دیگه، میگم من از همه بهترم، ولی اونی که باید تشخیص بده اون سرمربیه، اون کارت فنیه که حالا بحثی که الان دیگه خیلی کامل لحظه‌ای دارن آنالیز میکنن هم تیم حریف و هم تیم خودشون، این جا به جایی صورت بگیرین. خب ببینید ما تو اون مقطع با توجه به این شرایط این بازیکن مثلا بگیریم و چگونه بیاد چگونه بره، یعنی ما اصلا تحت هیچ فشار این سازماندهی رو کرده بودیم. اگر هم میگفت نه خیلی دیگه بودن، یکی دو تا اتفاقا یادم خود ایشون من اسمش ذهنم نمیاد، یه فوروارد خیلی خوبی بود مال کروات هم بود، شانستمو رزومه دارم ولی عددش بالا بود، ما داریم خارج از بودجه مونیم، حتی من نمیتونم اینو ببندم، خیلی باش چقدر بود؟ یه اون موقع بالا بود، شده 350,000 دلار بود، مثلا عددهایی که مثلا ما اون موقع مثلا مثلا 200 بود، خیلی تاپش مثلا 200 بود و یا مثلا نهایتاً 200 بود، ولی 350 تا بود، من هم به بودجه هم نگاه میکردم، حالا با نرخ اون موقع دلار و ریالی که داشتیم و پیشبینی تحقق و درآمدهای کارگزاری که مثلا اون موقع داشتیم میدیم این عدده نمیتونیم بدیم، اینجا رو بگیریم حالا ببینیم چی میشه. من دقیقاً اگه دونم منطبق نمیشه با درآمدهای ما قطعا زیر بارش نمیده و بهشون بودم گفتم نداریم، بده یه بازیکن دیگه پیدا کن. بازیکن دیگه ای بودن که اومدن دورگه بودن، مثلا آسیایی بودن و یکم کروبات بود که مثلا اومد، ایشون حتی تو فینال جام باشگاه آسیا بازی کرده و گل هم زده بود اومد، اما تو سیستم دفاعی آقای برانکو نخون گل چه میگه شما؟ گلت چه میگه؟ ایشون تو فینال باشگاه آسیا بازی کرده گل هم زده بود، یعنی این سابقه رو ما داشتیم تو پرسپولیس اما 0 دقیقه، اما اینکه جواب نداد کار ما نیست. اوکراینی هم جواب نداد. نه اجازه بده. نه اوکراینی خیلی جواب دادن. دو تا بازی حالا عرض می‌کنم دیگه. ببینید در اون شرایط من اینو کامل درجون بده. تیممو فرستادیم اوکراین برای اردو. اردومون انجام شد. آخرای اردو تماس گرفته شد. اتفاقا کارت سرپرستی که اون موقع آقای خوربین رفته بود، سرپرست بود. آقای مترجمش که آقای اسخر نیکسیرت بودن مترجم خود برانکو باش رواد کردیم و آقای پندار خمالو هم که روابط بودن، گفتن آقا این تیم اوکراینی از صاحبش روسی بوده، اون موقع این اختلافاتشون بود روسی و اوکراین و از ترسش صاحبش ول کرده رفته، بنا به عدم ایفای تعهد تیم متلاشی شده و اینا شدن بازیکن آزاد، اینا قرارداد داشتن مثلا تا پایان فصل بعدم داشتن خیلیاشون، اما چون رفته الان فدراسیون اونجا اینا بازیکن آزاد گذاشته، اینا میتونن بیان دو تا رزومه به ما بدن، چون ما هم تو دفاع میخواستیم هم برای فوروارد میخواستیم. آقای برانکو گفت من این دو تا رو میخوام، گفتم نه، حتی اون گفتن اینجا ببندیم باشون پیشنویسن، گفتم ابدا. آقای ترکاش بنده من از ایران فرستادم اونجا، گفتم بره ببینه، ببینه شرایط رو ببینه چجوریه، بر اساس اینکه شرایط چیه بعد بیان اینجا تست پزشکی بدن، تمام فرایندمون رو طی بکنن، درخواست سرمربی هم باشه که اینا رو میخواد انجام بده. همزمان شد با اینکه اون خلایی که ما در بخش فوروارد داشتیم، من اینو یادآوری میکنم، آقای طارمی برگشت و چون برگشت طبیعتاً این فرصت بازی به اون فوروارد کمتر رسید و فرصت بازی تو بخش دفاع، چون یه بخشی آقای برانکو یک تفکری داشت به نظر منم خوب بود، میگه بعضا ما تیم مثلا 4 تا دفاع 4 تا نیست، ما حداقل 7 تا دفاع میخوایم، احتمال
به قول معروف کارت حالا بستگی داره، یه سه کارت شدن یا الان مثلا پنج کارت شدن زده و نتونن بازی کنن، آسیب داریم، اینا باعث میشه که اینا نتونن بازی کنن و یا ما نذاریم بازی کنن مثلا برای بازی مهمتر مثل بازی آسیا مثلا نگران شدن برای بازی سی، ما اینجا باید تعداد بیشتری داشته باشیم، اینا برای بازی آسان‌تر نگران دارن، اون اصلی ها رو بذارم بدنشون ریکاور بشه، بازسازی خوبی روشون انجام بشه که بتونن بازی کنن. خب ببینید این تفکر مربیه، شما نمی‌تونید بگید مربی نمی‌فهمه، من می‌فهمم. یه اشتباهی که متأسفانه با قرض یکی از برنامه های 18 ساله تلویزیون که خیلی هم به نظر من ناشیانه و مغرضانه برنامه اجرا میکرد این بود که آقا شما به جوابگو باشه چرا مثلا بازیکن تو زمین نمیده، من یه مدیر باشگاه باید صحبت میکنه، سرمربی خواسته، بعد اگه شما تیم رو 11 نفر ارنج کرده تو زمین شما باید جواب بده، ولی شما میایی بر این فرایند، یعنی شما یه مورد بیارید که مثلا سرمربی نخواسته و ما اینو گرفتیم، بعد ما اومدیم میگیم که آقا اینم باید بره تو زمین، هیچ موردی نبوده، نه ما این بحثای حتی تاکتیکی که مثلا ما بگیم این ارنج هست اون اصلا ما دخالتی نمی کردیم. آقای دکتر خدمتتون عرض کنم بحثمون نیست که نه میخوام برای همین نمیخوام بگیم که سرمربی خواسته یا شما خواستید که اومدن توی مقطع زمانی سه تا بازیکن خارجی اومدن، نمیدونم خودتون عددش رو بگید، من چیزی که تو ذهنم نزدیک فکر کنم 600-700 هزار تا کلن ستایی با هم خرج رست باشگاه گذاشتن، درسته؟ نه خیلی کمتر. ستایی با هم چه خرج گذاشتن؟ خیلی کمتر، چون یکیشون که ول کرد رفت بعد شکایت کرد باشگاه، چون ببینید اینم اتفاقم بهتون بگم، چون شما وقتی ول کنی اگر چون اون موقع هم پول نداشتیم، ما بهانه کردن که اینو که یعنی اینم یکی از کارهایی بود که ایجنتش بهش یاد داد، ایجنت اومد گفت آقا یکی دو تا بازی بذاره تو زمین بره، من اینو میبرمش یه باشگاه دیگه، ما اینو به اتقام منتقل کردیم، گفت من نمیتونم ریسک بکنم، مثلا اول فصل بعد تیم با هم مچ بشه و اینا، آقای بنا گفت خیلی زیده بود این قضیه نمیم، گفت بذار تیم جا بیفته اینا، بعد با هدایتی که شد از بیرون ایشون ول کرد لب، خب ما چند وقت پولش رو نداده بودیم ادعا کرد، اما شما طبق قوانین فیفا اگه تا پایان قرارداد نره جای دیگه قرارداد ببنده و بدی، اما ایشون رفت کجا؟ رفت با یه باشگاهی توی کره قرارداد بست و اونجا پول گرفت، به استناد همینم این مابقی رو بهش نداد فیفا، من اینجا تو پرانتز بگم، حتی یکی از کادرهای فنی که 3 ساله با ما قرارداد داشته بود 2 سالش که بود ما بهش دادیم، سال سومو رفته بود با یه باشگاه دیگه سرمربی شده بود، ولی اینجا اومد گرفت که ما از اشکال گرفتیم هم به کمیته انضباطی هم به استینا که آقا برای چی نمیدید؟ بیانش اتفاقا تو حکم آقای جوزف بود، جوزف اومده بود که آقا چون ایشون نرفته جای دیگه قرارداد ببنده تا آخر قراردادش باشه، از جوجا نمیتونه یه مربی دیگه بگیره، ولی گرفته بودش تو همین ایران گرفتن، ما اگر کمتر از قراردادی که شما بهش دادید میگرفت بعد الان منظور شما اینه که ما شما به گله هیچ پولی پرداخت نکردید؟ نه چرا، تو اون زمانی که بوده باشگاه بهش پرداختش کرد، حالا من نبودم چون من رفته بودم، یادتون نیست؟ حالا من نبودم از کنم، ولی تا اون زمانی که بوده اوکراینی تا اون زمانی که بوده یک ما کمتر ما دادیم، خب چقدر دادیم؟ عددی بگید دیگه، خب آقا من آقا 200 تا که داده شده 300 تا که داده شده، خدا هاشم داشو بخواد بازی کنه، خب بازی کنه دیگه، نه بازی هم کرد بعد ما، بله بازی هم کردن، خیلی کیفیت مصنوعی نشه، ببینید من بازی میخوام بازی کرد این قضیه، ببینید شما یه قوانینی حاکمه، شما قرارداد می‌بندی، خیلی بازیکنای ما باشو قرارداد بسیم، شاید مثلا به جرئت میگم تو اون زمان ما 2-3 تاشو اصلا تو زمین نرفت، بله کسی اعتراض نمیکنه، به ایرانی‌هاشون خیلی اعتراض داشتن زمان، نه هیچ کی اعتراض نه نه آیه تو آخه ببین بحث منحرف رو نمی‌خوام در مورد یه اوکراینی و یه کلش که صحبت کنی، نه نه ما موضوع آیه تو اینو بگم، ما موضوعمون بحث دلالیسمه، ما نمیگیم خدای نکرده شما دستتون تو کار بود یا اون، ما اصلا کاری به شخص و اینا هم نداریم، شما توی دوره شکوفای پرسپولیس تو این چند سال اخیر مدیر باشگاه بودید، دو تا جام آوردید، قطعا روایت ها و اتفاقات زیادی براتون افتاده تو این زمینه در مورد دلالیسم،
نمونهش میگم شاید همین داستان اوکراینی ها بوده، اون موقع نقد بود به اینها که چرا اومدن. حالا نمیخوام بریم بگیم در شما دلیل منطقی تو داشتی، مربی سرمربی بازیکن رو خواسته، یه روز خوش رو خواسته، شما جذبش میکنی، قراردادم میبندی. من الان میخوام یکم در مورد این رویه کاره ازتون بپرسم. مردم حوادثی که نگاه میکنن، خدا رو شکر این یاداوری شد. من اینجا به صراحت جلوی دوربین شما میگم، این اوکراینی ها موقعی موضوع شدن که این مطلب رو به آقای ترکاشمن منتقل کردن، یه گروه دلال که نمیشه بازیکن خارج بیاد توسط ما نیاد. گرفتی شما؟ این عبارت میتونید به آقای ترکاشمن مراجعه کنید. گفته شد چرا اینا اومدن به ایران، خارج از سیستم ما اومدن. یعنی حالا متوجه میشید چرا اینا اگزاجریت و بزرگ نمایی شد و اینا. یعنی این همون جریان زد. ما باید بگیم چی بیاد، از کانال ما بیاد، ما باید قصه هم بگیم. پس کسی اینجوری نبود. رفتن، گواه قضیه هم خود آقای خوربین سرپرستی، آقای اسقر نکسیرد و آقای پندار. اصلا این سه تا معرفی کردم به آقای بلانکو. رزومش رو بردن دادن، نه ایجنتی بوده نه چیزی. این سه تا اومدن گفتن آقا ما تیمون منحل شده، دادین اینی که من دارم دارم اس دارم بیارم ما، یعنی آدرس میدم که مراجعه کنید، نمیدونم کلی آقا نه یه جه نه یه جه نه اس. آقای خودبین بوده، آقای خمالیو بوده، آقای اسقر نکسیدن بوده، به اینا مراجعه میکنم آقا یه همچین چیزی هست میخوای؟ آقای بانکو میگه گفته رزومه شد میگه بعد میان شجره شد در میان، چون اینا بر اساس رزومه کجا بازی کردن، چقدر بازی کردن، یه امتیازی اینا دارن، هم مبلغشون هم شرایط بازی یه امتیازی اینا دارن، بر اساس اون میان مشخص میکنن آقا میخوان یا نمیخوان. ایشون گفت زنگ زدن آقا خوب اینا به درد این فصل ما میخورن با توجه به اینکه ما تو بخش فوروارد از دفاع من نیاز دارم. اصلا هیچ ایجنتی اون موقع اصلا نبود. وقتی هم اومد اینجا، بیرون با یک کسی اومد و اصلا برای ما خیلی عادی و خود خوبی جمع بودیم، اما با اینا کار داریم، شما حرفی داری با اینا بزن، با توجه اون زبان روسی که صحبت میکرده اینا. اما این عبارت هم دهتون بگم که الان یادم افتاد که به ایشون منتقل کردن، خواهشم به آقای توقشم مراجعه کنید که گفتن آقا نمیشه کسی از خارج بیاد از کانال ما نیاد. حالا شما متوجه میشید که چرا این مطلب حضور میشه. ببینید تو بحث واسطه‌گری ما اگر اینا رو روشن بکنیم، قشنگ شفاف اینا رو بگیم، دیگه نمیتونه کسی بیاد حاشیه رو متن بکنه. الان برای ما جریان دلالی شده متن، در صورت که اصلا باید شفاف بشه، اینا جزء ناچیز کار باید باشن. ما همه کارا هم. ولی خب اومدن تو اصل قضیه دیگه، قبول دارید که همه کارا هم. الان شدن. آیتوت من این آماری بهتون میگم، ایسنا منتشر کردی، خواستید من بعد از مصاحبه خدمتتون تقدیم میکنم. توی 10 سال گذشته پرسپولیس خدمتتون عرض کنم که 26 تا بازیکن خارجی گرفته، 14 تا از این بازیکن ها کمتر از 10 و کمتر از بازی کردن، یعنی 10 و کمتر بازی کردن برای پرسپولیس. 12 تاشون مهاجم بودن. از این 12 تا که 3 تا منشا، لوکادیا و بینستون رو کنار بذاریم، 9 مهاجم دیگه که تو پرسپولیس خارجی اومدن سرجم با هم دیگه 10 تا گل زدن. آقای گل محمدی 6 تا مهاجم آورده به پرسپولیس از وقتی اومده، 5 تا مهاجم از این 5 تا لوکادیا رو کنار بذاریم، 6 تا مهاجم لوکادیا رو کنار بذاریم، 5 تا مهاجم دیگه شون رو هم دیگه 6 تا گل زدن. ما نمیتونیم بیایم بگیم که میشه گفت که اینا همه اتفاقی بوده. شما برای خونتون یه دونه به عنوان مدیر باشگاه برای خونتون یه دونه اینو نمیخرید که هزار تومن بدون استفاده باشه بذارید کنار. یه جریان عجیب و غریب دلالی است که وجود داره که این اتفاق تو باشگاه پرسپولیس، حتی تو باشگاه استقلال داره میفته. تو باشگاه استقلال موضوع خیلی قشنگ و جذاب است. این قانون 60% خارجی رو کردم باشگاه فدراسیون فوتبال گوش میگه آقا فصل بعد اگه 60% بازی نکنن سهمیتون رو کم میکنید. 2 سال هم که کلا بود خارجی ممنوع بود، این اعتراضای عجیب و غریب بود که به خارجی ها میومد. پاسا پیاسا بود یه گزارش نوشتم 2-3 سال پیش بود، وسط فصل بود. تو اون موقع که من گزارش نوشتم فکر کنم بالای 70% خارجی ها که اون موقع تو لیگ بازی میکردن بازی نمیکردن، یعنی درصد بازیشون خیلی پایین بود.
اینا یه فشار دیگه، پول این مملکت، پول این مردم، پول مملکت قبول دارن که پول هم مملکت هم پول باشگاه است و پس پول بیت المال. نه من بذار سوال یه سوال بپرسم بعد میخوام میخوام صحبت شما رو ببخشید، خود بامباست این بخشش بخش فنیه به نظر من، این بخشش مربوط میشه به این مصاحبه اخیر راجع به دلالی. بخش فنیش اینه که خیلی دقت کنید، اصولا شما نگاه کنید ورودی به باشگاه های ما، شما نگید بزمیس استقلال، ورودی به باشگاه های ما آیا نفرات تاپ اروپا و آمریکای لاتین یا عموما این کسایی که دیگه دوره بازنشستگی شونه؟ جات جوان هم و خیلی کیفیت، نه خیلی جوانشون بشنوز بینید، نه اینا که میگن تو حوزه اروپا و تو حوزه آمریکا لاتین. هیچ کدوم اونایی که از این آدمایی که الان ما داریم تو حوزه اروپا داریم میبینیم خیلی بنام، هیچ کازه نیست بیاد تو لیگ ما بازی کنه. ببین لیگ ما لیگی نیست که بگه لیگی که فشار بازیکن درست میکنیم، بپذیرین دیگه لیگ خیلی سطح بالایی نیست به لحاظ مقایسه با لیگ اروپا. کیفیت بازیکن بی کیفیت خارجی بیاریم؟ نه عرض من میگم، من میخوام بگم یه نگاه نگاه اونه، پس هیچ بازیکنی که در دوره رشد خودشه نمیاد تو این لیگا، اونجا بازی میکنه طبیعتا برای که بهتر دیده بشه، درآمدش رو ببره بالا، چیزی که الان ما اونجا داریم میبینیم. نکته فنی دیگه شما نگاه کن، برای این آوردن خیلی خود بازیکنای چیسته مثل عربستان انقدر دارید بودجه بدی؟ ندارید. مال الان نیستا، قدیمش هم بوده، یعنی حتی قبل از این دوره اخیر که عربستان خیلی داره ریخت و پاش بود حاضر، اون موقع هم مثلا ما میرفتیم با همین الهلال بازی میگهیم، یکی دو بازیکنش بود، بازیکن خارجیشو اسم خوبی هم داشت، نیلسون یا همچی چیزی بود، با هواپیمای اختصاصی شاهزادهشون اومد. ما داریم؟ نداریم. ببینید طبیعتاً اون بازیکن هم میاد، یه بازیکن خیلی جوانی هم بود، گوشه‌راست بازی میکرد، جوری که میامد توی فوروارد دوگا خیلی اذیت آزار میداد ما رو. الهلال هم تیم خوبی بود، حالا الان که دیگه الان هیچ، الان با این پولی که دارم میریزن و اینا. ببینید ما الان این شرایط اولا نظر فنی با هم صحبت کنیم، اصلا این تیم بازیکن میاد اینا. دوما بعد شما میخواید یه بازیکن بیاد در جایی که میاد 10 تا 20 تا گل بزنه، اینجوری نیست. من حتی منشار که شما مثال زدی بگم، منشار قبل از که پیش ما بیاد کدوم باشگاه بود؟ پیکان. پیکان بود. چطور بود؟ بازیکن مهاجم خیلی خوب بود، سرش جذبش دعوا شده بود دیگه که ما گرفتیم. غیر از اینه همون کس اومد اینجا آیا اثر پیکانشو داشت؟ نداشت. تو پسپس 14 تا گل زد فکر کنم. نه میخوام بگم اثرش، اون اثری که مثلا تو پیکان به شدت به چشم بود، خوبم بازی میکرد. شما منظور شما اینه که ما مهاجما همشون بازیکن بی کیفیت هم نبودن؟ نه میخوام بگم، نه میخوام بگم ببینید شما این دوره هایی که اینا میگذرونن آیا باز اجازه بهشون بدیم با شرایط فنی تیم مچ بشن؟ حتما فوتبالیست اگر فوتبالیست باشه یعنی مچ میشه، اما بحث این بازیکن بی کیفیته. آیا شما اصلا قائل به این هستین که تو فوتبال ما بازیکن بی کیفیت خارجی میاد؟ ببین اگر هم میخواد بیاد شما انگشت مخاطب نکنید به مدیریت، این نرفته اونو بعد دچی بگیره بیاد، ما مسئولش کار ندارم. چرا دیگه ببینید الان شما وقتی این سوالا من میکنه اینجوری که آقا یه همچین اتفاقی نشه، نه ببینید آیا فرایند انتخاب و گزینش و قرارداد بستن با بازیکن چه فرایندیه؟ یکی از اگر این فرایند سازمان یافته باشه دیگه بر نباید بهش انتخاب. من میدونم شما الان راهکار دوباره میبینیم به سمت راهکار. من یکی از مربیهای تاهری میگفتش که اون کسی که این بازیکن رو میاره بی کیفیت میدونه با کجا باید بره صحبت کنه، پیش کدوم مدیر باید بره. مثلا پیش آقای مدیر ایکس اگر بره میدونه مدیر ایکس از اتاق میندازتش بیرون، اگر با مدیر ایگرگ صحبت کنه اون راش میره تو اتاق و باهاش میبنده. من داره جلوی خودم میگم ارتباطی باشه، اصلا این فضا حاکم نشه به جرأت. خیلی خواستم بگن خود ارکان پایینی ما به شدت برخورد میکردن، شاهد قضیهش تیمای پایه بودن. تو تیم پایه ما شما نگاه کنید چه رفرمی صورت گرفت، چون بعضا پدر مادرم میامدن پیش من میگودن آقای همچین عددی رو من میخوام. دقت میکنید
اینی که خود پیکره میومد پیش ما پدر مادر بازیکنی که تو پرسپولیس کار میکرد میومد پیش شما میگفت همچین عددی از من میخواین؟ بله، از من همچین عددی میخواین. تو پرسپولیس یعنی طرف بازیکن پایه پرسپولیس بوده؟ بله میگفتن اینا و ما مجبور شدیم به یه رفرمی. خب اما این نیستش که مثلا ما بیام الان ما به خاطر اینکه ما در مقام قضا و قضاوت هم نیستیم، یکی که بشیم محکمه درست کنیم، مثلا سینجین کنیم، ما به جای اینکه این کارو بکنیم بودیم آقا بهتره که اصلا از این شرایط به یک شرایط دیگه تبدیل بشیم که نحوه گرفتن بازیکن، نحوه شناسنامه دار کردنش اینا. اگر این کار درست بکنی، همونی که من الان میگم شفاف بکنید اینا رو بنا به محدودیتایی که میذاری بنا به کاری که بود. ولی اگه این کار نکنی، میمونم که قابلان بازیکن مثلا پدر مادرش بیام چون کمکی رو حاضر هم کنم. اون اصلا نازل نیست باشه. ما میخواستیم به استعدادهای واقعی. اینو بعد میگردی که شما چگونه سازمان یافته این کارو میکنی و اینو شفاف بخواید یه مستاقی یکم چیز خاطره‌ای تعریف کنید، چیزی تو ذهنتون هست یه خاطره مربوط به این روایت اتفاق افتاده برای دوره مدیریت شما تعریف کنید که دلالی سجوی خاصی بخواد کرده باشه به غیر که عادت باشگاه انداختنش بیرون قبلش. والا من روایت که به شما بگم الان شما خیلی زوم شدید و من میخوام خواهد چیزی بگیم. نه میخوام اینو بگم. من خدمت گفتم اصلا کل فرایند آلوده شده. این بحثم خیلی داغ شد متاسفانه اون موقع اون برنامه که 18 سال رو ارتباطاتی که با سرمربی وقت تیم ملی بود همون موقع همه به اذعان میگفتن ارتباط برقرار که یه سری بازیکن ببرن لژیونر کنن رابطش هم این کادره کادر فنی وقت تیم ملی وقت و همون برنامه اسمشون رو میخوام بیارم خب اون برنامه برنامه نه برنامه رو کنیم سرمربی تیم ملی کروش میگین دیگه حالا اون خیلی رفقای شما که اونجا برنامه میشتست بودن. خب ببینید وقتی یه همچین اتفاقی میفته یه همچین ارتباطی برقرار میشه که یا بره به هر واسطه ای به اون شما میگه نصفشو میدم اون ما هم داشتم این پول جا به جا میشد پول جا به جا میشد چی شد که نشد با بنده صحبت شد آقا فلان بازیکنتون میخواده من اینو میبرم بیم فیکا باشه پس بود با مدیریت یعنی با بنده صحبت شد مدیریت... آقای تاج هم میشسته بود سرمربی و مترجم که آقا این بازیکن ما اینجا ببریم بعد بودم خیلی خوبه ببرید سرمربی وقت تیم ملی به شما پیشنهاد داد فلان بازیکن تو میخوام ببرم من ببرم بنفیکا چه اسپیر کنم بازیکن مطلبی هست تو اینا یکی بگین کدوم بازیکن بود اگه امکانش هست بگین کدوم بود آ تارو میره خب قبل از این داستان ترکیه پیش بیاد نه دیگه ترکیه پیش اومده بود اینجور مرد آم برگشت شد بودن آقا ما ایشونو ببریم فلان بکنیم نه بکنیم خب بعدی ببریم خیلی هم خوبه اونجا بازی بکنه با این شرط حق باشگاه رو از قراردادش مثلا اینقدر به ما هم برسه و اینا خب کی اینو دنبال میکرد؟ بعد جالب بود خودش میگه آقا من چیزی نمیگیرم آقا اصلا میگه من چیزی نمیگیرم منم یه چیزی هست آقای کروش میگه من چیزی نمیگیرم بله خب ببین یعنی چی اتفاقی وقتی افته شما انتظار دارید تو لیگ برتر دسته یک دو سه شما نیفته چرا شما نمیپردازید به این مسئله همه هم میدونستن چه کسایی اون باندی که مافیای فوتبال برای لژیونر کردن بچه هاست از تیت ملی ببرن اونجا الان هست یا فقط همون موقع بود حالا اون موقع که ما دیگه به وجوه من میدیدم الان دیگه الان تو رسانه بخونم یه کسی مثل شما مثلا شفاف بیاد یه سری چیزا بگه ما استفاده میکنیم ولی بعضی نمیگن مهتی تارومی چرا نرفت بنفیکا اون موقع حالا دیگه به اون چرا نبود آقا کروش نبردنش حالا شما نه خب شما یه چیزی گفته نشد آها به شما یه چیزی گفته نشد آیا در بخش مدیریت فوتبال خیلی صریح و شفاف بخواید به این سوال جواب بدید مدیریت باشگاه فوتبال رابطه با دلالیس وجود داره و فسادی در این زمینه وجود داره یا خیر؟ بنا به چیزایی که شما می نویسید ارتباطاتی الان هست. شما خودتون چیزی روایتی ندیدید پس. تو همکار تو سالایی که کار بالاخره مدیر باشگاه بودیم اوضاع یاد زمان من نبوده ولی بعد از من ما خیلی چیزا رو می‌شنیدیم بنا به شنیده ها شاید عنوان کردنش خیلی دوسته ولی اثراتش همین نیست که شما می‌بینید. چرا لازم نیست که شما یه سری چیزا رو به عینه بگی با یه سری نشانه ها ایندیکیتور ها نشانه هایی که هست شما متوجه میشی که این اتفاق افتاده وقتی یه نفر از اینجا با لباس خیس میاد تو متوجه میشی بیرون داره بارون میاد و
وقتی میبینه یه همچین چیزی گرفته میشه بدون اینکه دستاوردی داشته باشه، معلومه یه ارتباطات غیر است. زودتر از همه شما متوجه میشه و انتظار از زودتر از همه شما اینو افشا کنید. شما به عنوان رسانه رو عرض میکنم، ولی متاسفانه نمیشه. یعنی خود رسانه هم بعضی موقع بالبر نسبت شما، بعضی رسانه ها خودشون بخشی از رسانه، میخوام همشون بگم شاید درست نه، بخشی از قسمت هاشون زرد بشن، بی احترامی نشه به همه رسانه. از چه رسانه زرد به شما پیشنهادی شده بود که آقا با ما همکاری کنید، ما هواتون رو داریم، کمکتون میکنیم اینا؟ بله، اون موقع یکی دو تا دعوا کردیم، یه سری اطلاعات غلط نوشته شد، مدیر مربوطه شما با آقا ما با شما دیگه خوبیم، دیگه چیز نمیکنیم، شما هم دیگه ما رو راه بدید و فلان. ما هیچ خطایی نکردیم، هیچ خطایی هم نخواهیم کرد، شما مثل دیگران و شما هم یه چیز اخوت خاصی هم برقرار نمید. بعد با من نمید. ولی نکرد. با هم یکسان کردیم. خود شما هم شاهدید. اگه بگه یه استثنایی ما گفتیم آقا تو نه تو آره. بعضا اطلاعات غلط بود به شدت ناراحت می شدیم، متأثر می شدیم. متشکرم خدا.